بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتون بخیر. مجموعه خبری شامگاهی 5:30 را پی میگیرم. اما در آغاز سرخط این مجموعه. قیمت گذاری های حکومت برای جنگ و صلح. رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت نمیخواهد قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم افغانستان تمام شود. خواسته مجلس نمایندگان برای اصلاح نظام انتخاباتی. رئیس این مجلس از حکومت میخواهد برای اصلاح نظام انتخاباتی تلاش کند. و تصمیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای تغییر در ساختار این سازمان. امروز شنبه 16 هوت سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 مارچ سال 2015 میلادی. مجموعه خبری شامگاهی این ساعت با من محمد سجاد یاسا. بهترین رای حل مخالفت در کشور رای حل سیاسی است. رئیس جمهور غنی با ابراز این مطلب می گوید که صلح در کشور از طریق جنگ تامین نخواهد شد. با باور آقای غنی، افغانستان تبدیل به میدان جنگ های نیابتی شمار از کشورها شده بود، اما حکومت وحدت ملی اجازه نخواهد داد پس از این افغانستان به میدان جنگ نیابتی تبدیل شود. وی همچنان میگوید که برای حفظ دستاوردهای 13 ساله تلاش میکند و نمیخواهد که قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم افغانستان تمام شود. حفیظ الله سالنگی گزارش میدهد. سلام علیکم. سال پنجم دوره 16 شورای ملی کشور روز شنبه از سوی رئیس جمهور غنی گشایش یافت. رئیس جمهور خطاب به نمایندگان مردم میگوید که بهترین رای حل مخالفت ها در کشور رای حل سیاسی است و باید برای تامین صلح گفتگو شود نه جنگ. یک بار دیگر میخواهم بصراحت اعلام نمایم که تامین صلح پایدار در کشور یک وسیله نیست بلکه یک هدف است و این هدف از رای جنگ و ریختاندن خون مردم بیگناه به دست آمده نمی تواند، بلکه از رای تفاهم و مذاکره امکان پذیر است. ظاهرا رئیس جمهور غنی برای صلح و دستاوردهای 13 ساله قیمت‌های متفاوتی تعیین کرده است. وی میگوید حکومت وحدت ملی نمیخواهد که قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم افغانستان تمام شود. از دستاوردهای افغانستان در 13 سال گذشته که تحت رهبری جناب کرزی صاحب صورت گرفت با قاطعیت دفاع خواهیم کرد و نمیگذاریم قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم باشد. در اینجا آمد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز حضور یافته است. رئیس جمهور غنی به گونه ای از سیاست های حکومت آقای کرزی انتقاد می کند و می گوید که افغانستان به میدان جنگ های نیابتی تبدیل شده بود، اما اکنون حکومت وحدت ملی کنترل را در دست گرفته است. موقد ملی وحدت دی فرمول پا اساس او دی منطقوی چاپیریال دی سم درک پا اساس پا منطقوی کچه او دی اسلامی وادونو پا کچه او نلیوال سطح دی عمل ابتکار پا خپل لاسکی واخیست. دی گاونده هوادونو او اسلامی ملکونو پا سطح دی دی لید لوری پا اساس یا و اجماع دیران منصدکی دو پال کده تی با ثبات افغانستان به سیمه او اسلامی نلی که ده ثبات کلیده. انشالله موفق باسو تا افغانستان تا ده نیابتی جنگ ده میدان نه بلکه ده آسیا ده اقتصادی او ترانزیتی تلورلاری او ده تاون ده مرکز پسترگه او کتلشی. نگرانی از خطر گروه های دشت افغان تازه در افغانستان از چند به این سو وجود داشته است. داعش یکی از این گروه های دشت افغان است که به باور رئیس جمهور غنی شکل تغییر یافته دشت افغانان وابسته به گروه القاعده است. تغییر از القاعده به داعش بزرگترین حرکت منفی برای جهان اسلام و کشورهای منطقه است. دولت ها مانند حلقات زنجیر به هم پیوستن. بنابراین سقوط هر یک از دولت ها باعث شکست زنجیر می شود و خطرات جدی را متوجه سایر دولت ها می سازد. در همین حال رئیس جمهور از فیصله دادگاه در رابطه به پرونده کابل بانک
استقبال می کند و می گوید کسانی که از این بانک قرض دارند باید قرض خود را بپردازند. رئیس مجلس نمایندگان بر اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می کند و گفته وی اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از ضرورت های اساسی برای آینده کشور است و باید هرچه زودتر اصلاح نظام انتخاباتی از سوی حکومت آغاز شود. در همین حال رئیس جمهور غنی می گوید که حکومت وحدت ملی برای اصلاح نظام انتخاباتی متعهد است و گفته آقای غنی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی تشکیل خواهد شد. رئیس جمهوری می افزاید که اصلاح نظام انتخاباتی در 3 مرحله انجام خواهد شد. تأکید بر اصلاح نظام انتخاباتی، اما این بار از نشانی شورای ملی. رئیس مجلس نمایندگان از بهر انتخابات سال آینده مجلس به شدت نگران است. می گوید سال آینده انتخابات پیش رو است، اما نظام انتخاباتی تا کنون اصلاح نشده است، چیزی که باعث خواهد شد مردم دوباره به پای صندوق‌های رای دهی بروند. با توجه به تجارب نگران کننده از انتخابات گذشته ریاست جمهوری، نزدیک شدن زمان تدویر انتخابات ولسی جرگه، اصلاح نظام انتخاباتی را ناگزیر ساخته است و من به نمایندگی اعضای محترم شورا یک بار دیگر تاکید می نمایم تا انتخابات پارلمانی در مطابقت به ماده 83 قانون اساسی و ماده 21 قانون انتخابات به وقت و زمان معین آن تدویر گردد. اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موردهای است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روی آن توافق کردند. توافق برای تشکیل حکومت وحدت ملی. پیش از این بارها برای اصلاح نظام انتخاباتی صداهای بلند شده است، اما این صداها همین قدر توانسته توجه رئیس جمهور را جلب کند برای تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی. در اینجا آقای غنی در حضور اعضای هر دو مجلس شورای ملی میگوید که کار برای تشکیل این کمیسیون ادامه دارد و نظام انتخاباتی اصلاح خواهد شد، اما نه در یک مرحله. در مورد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید بگویم که این کمیسیون به زودی تشکیل خواهد یافت تا روی ایجاد اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کار کند و فضای باورمند در قسمت برگزاری انتخابات به وجود بیاید. با گشایش سال پنجم تقنینی دور 16 شورای ملی، مجلس نمایندگان چندین کاری اساسی برای انجام دادن دارند. دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران برای تکمیل شدن کابینه از کارهای نخستین سال پنجم است. رئیس جمهور غنی میگوید که نامزد وزیران تازه را به مجلس معرفی خواهد کرد. وکلای محترم، بعد از انجام انتخابات داخلی و ایجاد هیئت اداری، اعضای باقی مانده کابینه را با شما معرفی خواهم کرد. از یاد نبریم به اندازه یک مشکلات است، به همان اندازه فرصت ها هم وجود دارد. آقای غنی همچنان به نمایندگان مجلس اطمینان می‌دهد که اصلاحات بنیادی در وزارت امور خارجه به وجود خواهد آمد و این سخنان را پس از آن ابراز می‌کند که تازه روشن شده که در دوران وزیران پیشین خارجه بسیاری از کارمندان به اساس شناخت واسطه تعیین شده‌اند. زماد ادعات پس از خارجه وزارت که دیرزر اصلاحات شروع کیگی مکاتسکا و تزوان نسل مدیریت اوکری او پامدی اساس به خارجه وزارت که نوی اصول ایجاد شویدی مقررگان به یواز پو اصول باندی او هر چوک چی پو واسطه مقرر شویدی باید یا امکان ورکی یا یل وزارت نوزی. دوره کاری اعضای کنونی مجلس نمایندگان رو به اختتام است و باید پیش از تابستان سال آینده خورشیدی انتخابات برای گزینش اعضای تازه این مجلس برگزار شود، اما تا کنون از برگزاری این انتخابات خبری نیست و همه چیز گره خورده به اصلاح نظام انتخاباتی. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در پی فرو ریختن سقف یک خانه در این ولایت 8 عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند. این رویداد شب گذشته در منطقه موسوم به وادی سار ولسوالی شیرزاد به دنبال بارش شدید باران رخ داده است. معلم معشوق ولسوال شیرزاد با تایید این رویداد گفته است که قربانیان 6 کودک و 2 زن هستند.
آقای معشوق میگوید که در این رویداد دو تن دیگر از اعضای این خانواده زخمی شدند، اما او در مورد وضعیت صحی این دو نفر جزئیات ارائه نکرده است. اتاق تجارت و صنایع و اتحادیه ملی پیشوران کشور ماده 66 و 57 قانون مالیات بر عایدات را قابل تطبیق نمی دانند و از حکومت می خواهند که برای تعدیل این ماده اقدام کند. بر اساس این ماده های قانون مالیات بر عایدات، فروشندگان مکلفند از فروش امتعه خود به حکومت مالیه بپردازند. اما اتاق تجارت و صنایع می گوید که این کار در حال حاضر در کشور عملی نیست. مسئولان اداره تاکید می کنند که باید این ماده تعدیل شود. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. قانون مالیات بر عایدات در سال 1384 خورشیدی با تصویب شورای ملی از سوی ریاست جمهوری توشیح شده است. برخی از ماده های این قانون تا کنون 4 بار تعدیل شده است. به همین دلیل اتاق تجارت و صنایع با اتحادیه ملی پیشواران کشور ماده 66 و 75 قانون مالیات بر عایدات را قابل تطبیق نمی دانند و از حکومت می خواهند که ماده های یاد شده قانون مالیات را تعدیل کند. معاون اتاق تجارت و صنایع عدم مؤثر بودن این ماده ها را این گونه خلاصه می کند. ماده 75 و ماده 66 قانون مالیات بر عایدات هستند. ماده 75 حکم می کنند که یک دکاندار یک پیشور باید از فروش خود باید 3% مالیه بده. ما امکانات برای این نداریم که ما یک کمپیوتر داشته باشیم، سیستم داشته باشیم و ما نصب باشیم با الکترونیک. اگر یک پلاچه هم کسی میخورن پولش در سیستم داخل کنین و اگر یک بود دوزی میکنن و اگر یک نانوایی دو دانه نان و دا دانه نان میپروشه امونان در سیستم و در کمپیوتر بیاره. ما این آورده نمیتنیم. با گفته اتاق تجارت و صنایع، ریاست اجرایی و شورای وزیران و شماری از مسئولان وزارت مالیات تایید کردند که در حال حاضر ماده های یاد شده قانون مالیات بر عایدات در کشور قابل تطبیق نیست. این اداره هشدار می دهد که اگر در آینده نزدیک خرید و فروش در شهر کابل سقوط کند، مسئولیت آن به دوش وزارت مالیه خواهد بود. رئیس شورای اجرایی قبول کرد و 100% مالیه از پارسال کده بلند برده. میتر بود؟ دو برابر سخت و ما هم قبول کردیم. خوش شدیم که مشکل حل میشه. وقتی که او ما نمیفهمیم که دیگه یک شورای وزیران است یا دو شورای وزیران. تصویب شورای وزیران شد دیگه منطقی است. رئیس باز در شما میگه وقتی که با منظوری رئیس جمهور رفتن این را پس منظور نشدن. اگر در آینده در هفته آینده و یا در چند روز آینده شهر کابل فلج شد، مسئولیتش به دوش وزارت مالیه است. ما دیگه به این شکل دیگه در افغانستان تجارت و پیشوری کده نمیتانیم. اینجا تجارای بزرگ ما هم شیشته. در صورتی که با این خواستای منطقی پیشوران پاسخ مثبت تا یک هفته داده نشود، با دفاع از منافع مسلم و برق پیشوران از کلیه حقوق مدنی و قانونی استفاده خواهیم نمود و در ختم یک هفته باعث اولین گام آمادن دکانهایشان را مسدود نمایند. در حال اتاق تجارت و صنایع حکومت را درباره عدم سهل‌سازی وضع مالیات بر عایدات متهم می‌کند که رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش شورای ملی گفته است که نبود چارچوب‌های قانونی سبب شده است که پروژه‌های اقتصادی به خوبی تطبیق نشود. مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا 12مین دور آزمون کنکورش را آغاز کرد. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که در این دور 2000 داوطلب اشتراک کردند. این اشتراک کنندگان در صورت راهیابی به این مرکز در بخش‌های مختلف فنی و حرفه‌ای آموزش خواهند دید. این در حالی است که مسئولان وزارت کار میگویند در سطح کشور 42 مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارد. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که در پی آموزش کارگران در کشور است. به همین منظور مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا 12مین دور آزمون کنکورش را آغاز کرد. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که در این دور 2000 دانشجوی داوطلب اشتراک کردند که این داوطلبان در صورت راهیابی به این مرکز در بخش‌های تکنیک برق، سکتور ساختمانی، تکنیک موتر، نلدوانی، کامپیوتر،
زبان انگلیسی و خیاطی جذب و آموزش خواهند دید. در دپارتمنت کامپیوتر شرکت کرده بودم، از امتحان راضی هستم، سوالاشون بسیار خوب بود، حلم کردیم، امیدوار هستم کامیاب شیم. ز د میدان وردگ ولایت خم شرکت کرده د کامپیوتر په دپارتمنت کې او فعلاً امتحان ورکړه د امتحان صحنې نه راووتلو امتحان ښه وختیر شو. ما از ولایت غزنی شروع کردم به در بخش تخنیک موتر، بسیار از امتحان خود بسیار خوش بودم و استادم کلشان امتحان با شفاف امتحان از ما گرفته شد. لغمان ولایت کرغل سوال په دې امتحان کې شرکت کړه او په بخش د انګلیسی کې او زله دې امتحان ډیر راضی ډیر شفاف و خویم. با گفته مسئولان مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا، از میان 2000 اشتراک کننده تنها 515 تن آنان پذیرفته می شوند. تا امسال 4473 نفر فارغ دادیم که در این فارغین ما هم خواهرها اشتراک فارغ شدین و هم برادرها، و باید خاطر نشان بکنم از اثر تلاش های مسئول مرکز ما که محترم استاد شامی باشه، اینا تفاهم نامه هایی را به خاطر کاریابی بر فارغین عزیز ما که از این مرکز فارغ میشن، هم با اتحادیه پیشوران هم با اتاقای تجارت تفاهم نامه‌ای را ما به امضا رساندیم که بعد از اینکه جوانای عزیز ما از فارغ میشن اینا باید کاریاب شوند. به می دلیل حدوداً 2000 نفر امروز در امتحان ما شرکت کردند که در شفت اول که 1000 نفر بود و شفت دوم حدوداً 1000 نفر دیگه است در سیر دپارتمان امتحان خواهد دادند. از مجموع 2000 خواهر و برادر ما که در امتحان اشتراک کردند حدوداً 515 تن از خواهر و برادری که بلندترین نمره را البته میگیرند و جذب خواهد شدند. و به علاوه ای که ما سه دپارتمنت که بارها خدمت شما عرض کردیم، دپارتمنت خیاطی انگلیسی و کامپیوتری، دپارتمنت شش ماه هستند، شش ماه بعد که در ماه سمبل هستند حدودا ما 300 نفر دیگر هم خواهد جذب کرده. در همین حال معین وزارت کار میگوید که در افغانستان 13 میلیون نفر واجد شرایط کار است. به گفته وی در مقایسه با دیگر کشورها میزان کارگر در افغانستان بیشتر است و نفوسی که برای کار است 13 میلیون است. از همین خاطر است که یک چانس است برای افغانستان که حدوداً 60-70% نفوس افغانستان نفوس جوان است و اینا برخلاف کشورهای غرب و اروپا ما جوانترین نیروی کار داریم که خودش هم یک نوید خوشبختی است برای ما و شما، خودش یک سرمایه است که ما نیروی جوان کار داریم. این در حال است که هنوز هم در افغانستان مشکلی بیکاری به حالت خود باقی است. بانک حکومت برای کاهش میزان بیکاری در کشور وعده هایی داده است، اما تا اکنون این وعده ها عملی نشده است. و اما در خارج از کشور، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کرده است که با هدف تمرکز بر عملیات‌های اینترنتی ساختار این سازمان را تغییر خواهد داد. این اقدام یکی از بزرگترین برنامه‌های تغییر ساختار در تاریخ سازمان سیا خواهد بود. جان برنان مدیر این سازمان گفته است که 9 کارشناس و تحلیلگر خارج از سازمان ماها بر روی تحلیل ساختار مدیریتی سیا کار کردند و نتیجه کار آنها نشان می‌دهد که دیوان سالاری حاکم بر این سازمان عمل کرده مؤثر ندارد. جان برنان گفته است که ضرورت است این سازمان شکاف‌های اطلاعاتی را که پوشش نمی‌دهد شناسایی کند. قرار است با اجرای طرح ساختار تازه در سیا فعالیت همه کارکنان این سازمان در 10 مرکز عملیاتی سازماندهی شود که هر یک از این مرکزها زیر نظر یک معاونت خواهد بود. در حال حاضر مرکز مبارزه با تروریسم در سازمان سیا یک از واحدهایی است که در دهه اخیر بر اساس این ساختار تازه فعالیت داشته است و تحلیلگران اطلاعاتی آن همراه با مجریان عملیاتی در یک محل کار کردند. مذاکراتی که با هدف خاتمه دادن به جنگ داخلی 15 ماهه در سودان جنوبی برگزار شد بدون هیچ توافق به حالت تعلیق در آمده است. نخست وزیر ایتوپیا در اطلاعیه گفته است که سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی و ریک میچار رهبر شورشیان نتوانستند که به توافق صلح دست یابند و تمدید یک روزه مذاکرات نیز نتیجه دربر نداشته است.
سازمان بین دولتی توسعه شرق افریقا که سازماندهی این مرکز را این مذاکرات را به عهده دارد، برای برقراری مصالحه بین دولت سودان و شورشیان و حل و فصل مسائل دو طرف از جمله تقسیم قدرت، این مذاکرات را در آدیس ابابا پایتخت ایتوپیا برگزار کرد. با این حال دو طرف زمان دور بعدی مذاکرات را مشخص نکردند. سودان جنوبی از دسامبر سال 2013 میلادی که درگیری ها میان نیروهای دولتی سالواکیر و شورشیان وفادار بر ریکمچار معاون پیشین وی در اطراف جوبا پایتخت این کشور بالا گرفت، صحنه خشونت های مرگبار بوده است. در این درگیری ها ده ها هزار تن کشته و حدود 2 میلیون نفر آواره شدند. سودان جنوبی در جنوری پس از آن که مردم این کشور در یک همه‌پرسی به استقلال از سودان رای دادند، با استقلال دست یافت. پژوهشگران مؤسسه در امریکا با سرشماری هواداران توییتری گروه داعش میگویند که این گروه توانسته اثر بزرگ روی شبکه‌های اجتماعی آنلاین بگذارد. مؤسسه بروکینگز در 3 ماه پایانی سال 2014 هواداران داعش در توییتر را تعقیب کرده است و میگوید در این دور 46 هزار حساب کاربری آنان شناسایی شده است. بر اساس یافته های این مؤسسه پژوهشی، 3/4 آنها به زبان عربی و 1/5 آنها به زبان انگلیسی توییت می کنند. متوسط تعداد دنبال کنندگان توییت های این حساب ها 1000 نفر بوده است. پژوهشگران بروکینگز می گویند که احتمالاً تعداد واقعی حساب های توییتری داعش بیشتر باشد. هفته 24 رقابت‌های بوندسلیگا با انجام یک دیدار بین تیم‌های اشتوتگارت و هرتا برلین آغاز شد. پیش از آغاز این دیدار اشتوتگارت با 19 امتیاز در رده 18 جدول رده‌بندی قرار داشت و هرتا برلین هم با 24 امتیاز رتبه 14 لیگ را در اختیار گرفته بود. اکنون با این تساوی اشتوتگارت 20 امتیازی و هرتا نیز 25 امتیازی شد، اما تغییر در رتبه هیچ یک از این دو تیم در جدول رده‌بندی به وجود نیامده است. در همین حال هفته 26 رقابت‌های لالیگای اسپانیا با انجام یک دیدار بین دو تیم لوانته و ایبار آغاز شد. در این دیدار پربرخورد که دیوید فرناندز داور مسابقه به 10 بازیکن از دو تیم کارت زرد نشان داد و 1 بازیکن را هم از زمین اخراج کرد، در این بازی لوانته 2-1 ایبار را مغلوب کرد. همچنان در آغاز هفته 28 فوتبال لیگ 1 فرانسه، اولمپیک مارسی 6-1 تولوز را در هم کوبید. در ادامه این رقابت ها اولمپیک لیون با مونپلی دیدار می کند. پاریس سن ژرمن به مسافه لانس می رود. این بود مجموعه خبری شامگاهین. ساعت بقیه وقتتون خوش. شام بخیر.